دور نشون نمیده. این گزینه Orientation for Preview نام داره و میتونید به جای جهت عمودی یا Portrait که پیش‌فرضه جهت Landscape رو انتخاب کنید تا صفحه نمایش در جهت افقی یا خوابیده نمایش داده بشه. گزینه بعدی تنظیم Night Mode یا حالت شبه که در صورتی که میخواید این حالت رو واسه لیاوت خودتون در نظر بگیرید اون رو انتخاب میکنید تا بتونید لیاوت رو در حالت شب هم طراحی کنید و نتیجه کار رو ببینید. گزینه Device for Preview هم یک لیست از انواع دستگاهایی که از قبل تنظیم شدن رو نمایش میده و میتونید دستگاهی که میخواید ببینید لیاوت اپلیکیشنتون روی اون چطور دیده میشه رو انتخاب کنید تا با این کار بهتر بتونید لیاوت رو طراحی کنید. در این لیست دستگاه‌ها با توجه به انواع گوشی و تبلت و تلویزیون و غیره تفکیک شدن و مشخصاتی مثل اندازه و ابعاد و تفکیک پذیری صفحه نمایش قبل از نام هر دستگاه نشون داده شده. نسخه API دستگاه رو هم میتونید توسط گزینه API version for preview انتخاب کنید یا اینکه همون پیش‌فرض رو که به طور خودکار انتخاب شده و خود اندروید استودیو به عنوان بهترین نسخه در نظر گرفته قبول کنید. گزینه بعدی تم فور پریویو که میتونید تم مورد نظر رو واسه صفحه پیشنمایش انتخاب کنید. سایر گزینه‌ها صفحه اکتیویتی رو بدون اکشن بار و در دو حالت روشن و تاریک نشون میدن و توسط این گزینه میتونید در صورتی که مثل زبان فارسی چیدمان لی‌آوت باید راست به چپ باشه این گزینه پریویو رایت تو لفت رو انتخاب کنید. همچنین با استفاده از گزینه ادیت ترنسلیشنز میتونید ترجمه متن‌های اپلیکیشن خودتون به زبان‌های دیگه به غیر از انگلیسی رو اضافه کنید. برای مثال میتونید واسه نوشته‌های انگلیسی ترجمه فارسی رو هم اضافه کنید. و وقتی که کاربر اپلیکیشن رو اجرا می‌کنه، اندروید تنظیمات زبان دستگاه رو بررسی می‌کنه و با توجه به زبان دستگاه، متن اصلی یا متن ترجمه شده رو نمایش میده. در ردیف دوم نوار ابزار هم گزینه‌هایی وجود داره واسه تنظیمات طراحی لی‌آوت در کانستریت لی‌آوت که بعداً با بعضی از اونها در درس مربوطه آشنا میشید. به نام خدا با سلام خدمت شما همراهان عزیز فرادرس. در ابتدای درس و در قالب این اسلاید میخوام جاوا و کاتلین رو به طور خلاصه با هم مقایسه کنم. جاوا یک زبان برنامه‌نویسی شیگراه و کاتلین نسبت به جاوا زبان جدیدتریه که قابلیت‌های بیشتری رو به برنامه‌نویسان ارائه میده. هر دوی اونها توسط اندروید استودیو پشتیبانی میشن و واسه برنامه‌نویسی اپلیکیشن ها میتونیم از اونها استفاده کنیم. قبل از اینکه تفاوت‌های بین این دو رو بگم، بهتره بدونید که واسه یادگیری کاتلین نیازی به یاد گرفتن جاوا ندارید. اما اگر از جاوا مهاجرت کنید به کاتلین، بهتر میتونید اون رو یاد بگیرید. همچنین جاوا جای خودش رو به کاتلین نداده و کنار گذاشته نشده. خب حالا تفاوت‌های بین جاوا و کاتلین. برنامه‌نویسی به زبان کاتلین نسبت به جاوا به تعداد کدهای کمتری نیاز داره و با استفاده از کدهای مختصر و فشرده در کاتلین تقریبا تا 40% تعداد کدها کمتر میشه. همچنین کاتلین قوانین کمتری رو در مقایسه با جاوا به همراه داره. سبکه و از افزایش حجم اپلیکیشن جلوگیری میکنه. اما در مقابل زمان کامپایل جاوا در مقایسه با کاتلین تا اندازه‌ای سریع‌تره. همچنین منابع یادگیری واسه جاوا بیشتره و برنامه‌نویسان این زبان راحت‌تر میتونن اون رو یاد بگیرن و همچنین نسبت به رفع اشکال اقدام کنن. خب حالا که حرف کاتلین شد، میخوام دوره ای از فرادرس رو بهتون معرفی کنم به نام آموزش سمت سرور اندروید با فریمورک پارس پلتفرم به زبان کاتلین. این دوره برای تمام برنامه‌نویسان به زبان کاتلین، به خصوص کسایی که تازه وارد دنیای اندروید شدن و قصد دارن اپ‌های خودشون رو آنلاین ارائه بدن و همچنین تمام برنامه‌نویسانی که با خرید هاست یا پیاده سازی سرور مشکل دارن مناسبه. حالا میخوام شما رو با یک ویو گروپ آشنا کنم به نام کانستریت لی‌آوت که نسبت به سایر ویو گروپ‌ها جدیدتره و لا تمام تمام تمام